عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی تن تیوی. من شهرام شهرامیان، مدیر خبر تلویزیون تن، در شامگاه یک شنبه 27 مارس سال 2011 با 12 قسمت از برنامه جهان در هفته‌ای که گذشت مهمان خانه های شما هستم. همان گونه که میدانید ما در این برنامه سعی خواهیم کرد برجسته‌ترین و مهمترین رویدادها و حوادثی را که در طی هفته قبل رخ داده است را به همراه آخرین نظرات و دیدگاه‌هایی که این خبرها در میان ناظران سیاسی، نویسندگان، خبرنگاران و رسانه‌های جهانی برانگیخته است را برایتان گردآوری و به حضورتان تقدیم کنیم. باشد که شبکه جهانی تن تیوی نیست با ارائه این برنامه بتواند در کنار سایر رسانه‌های معتبر جهان بینندگان خود را در جریان زوایای گوناگون مهمترین رویدادهای روز جهان قرار دهد. حال می‌پردازیم به برنامه امشب که در آن با بررسی 6 رویداد در خدمت شما خواهیم بود. در اولین بخش از این برنامه می‌پردازیم به خبر سقوط دولت فدرال محافظه‌کار به رهبری استفن هارپر در کانادا و بررسی می‌کنیم نتایج این خبر را که در طی 2 روز گذشته تقریباً همه رویدادهای این کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است. اما پیش از پرداختن به دلایل و نتایج این رویدادها ابتدا توجه شما را به اصل این خبر جلب می‌کنم. تحت عنوان دولت کانادا سقوط کرد. احزاب مختلف پارلمان روز جمعه 25 مارس با رأی عدم اعتماد خود دولت محافظه‌کار کانادا به رهبری استفن هارپر نخست وزیر را برکنار کردند و این در حالی بود که دولت اقلیت محافظه‌کار به مدت 5 سال زمام امور کشور را در دست داشت اما نتوانست موافقت مخالفان را برای تصویب لایحه بودجه جلب کند. به گزارش CBC مطابق مقررات کانادا عدم تصویب لایحه بودجه به منزله عدم اعتماد پارلمان به دولت بوده و بدین ترتیب در 2 می امسال باید شاهد برگزاری انتخابات جدید پارلمانی در سراسر کشور باشید. بنابراین گزارش در جلسه روز جمعه پارلمان پس از سخنرانی رهبران احزاب مخالف لیبرال، نیو دموکرات و بلاک کوکوا و دفاع نمایندگان دولت لایحه بودجه با 156 رأی مخالف در مقابل 145 رأی موافق به تصویب نرسید. گفتنی است مخالفت‌ها با دولت از چند ماه پیش و در پی چندین مورد تخلف از سوی وزرا آغاز و نمایندگان مخالف محافظه‌کاران را به عدم شفافیت درباره اطلاعات درخواستی آنان به ویژه در مورد انجام برخی هزینه‌های جاری کشور متهم کردند که در این میان مایکل ایگناتیف رهبر حزب لیبرال که این حرکت را آغاز و سوی دیگر حزب‌ها پشتیبانی گردید در سخنانی گفت من رسماً اعلام می‌کنم که مخالفان اعتماد خود را به این دولت از دست دادن. وی همچنین با واژه‌هایی که در تاریخ جلسات پارلمان سابقه نداشته دولت را به تحقیر پارلمان متهم کرد و اضافه کرد ما نمایندگان مردم هستیم و مردم باید بدانند دولت چگونه پول‌های کشور را خرج می‌کنند. ما یک چک سفید امضا به دولت ندادیم. یادآور می‌شود این مباحثات در شرایطی منتشر می‌شود که پیش از این رهبران هر 3 حزب مخالف دولت خواستار ارائه اطلاعات بیشتر در زمینه خرید جنگنده‌های F-35 از آمریکا، مخارج مربوط به تأسیس زندان‌های جدید در کشور و همچنین میزان کاهش مالیات دریافتی از شرکت‌ها شده بودند. اما مقامات دولتی به بهانه محرمانه بودن آنها از این کار امتناع کردند. در این میان اما به نظر می‌رسد دولت محافظه‌کار ترجیح داد اگر قرار بر کنارگیری باشد این اتفاق در نتیجه رأی عدم اتفاق اعتماد به بودجه باشد تا تخلف وزرا، چرا که در این صورت به مردم کانادا خواهند گفت به دستگیری قدرت برای احزاب مخالف مهمتر از مسائل اقتصادی کشور بوده است. استفن هارپر در جلسه امروز همچنین مخالفان را متهم کرد که با تشکیل یک ائتلاف در شرایطی که کشور در دوران بازسازی اقتصادی به سر می‌برد 4 انتخابات ناخواسته را در طول 7 سال گذشته به مردم تحمیل می‌کنند. بنابراین گزارش هارپر صبح روز شنبه طی ملاقاتی با دیوید جانسون فرماندار کل کانادا با وی در خصوص انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات آینده مذاکره کرد که در نهایت برگزاری انتخابات تازه در 2 ماه می مورد موافقت قرار گرفت.
بینندگان عزیز، حال ما همه چشم ها به نبرد انتخاباتی احزاب کانادا در طی ماه آینده دوخته شده است و اینکه آیا نتیجه چنین انتخاباتی به تشکیل یک دولت اکثریت در این کشور خواهد انجامید و یا آنکه همچون سالهای اخیر دولت های ائتلافی و شکننده بر سر کار خواهند بود. در پاسخ به این سوال ابتدا نظر شما را به نظرات استفن هارپر در این زمینه جلب می کنم. وی در جلسه پارلمان اعلام کرد لیبرال ها سعی دارند با انجام ائتلاف با دو حزب نئو دموکرات و بلاک کبکوآ با محافظه‌کاران مقابله کنند. هارپر در این حال از مردم کانادا خواست به جای دادن رأی به یک ائتلاف شکننده، دولت باثبات با اکثریت محافظه‌کار را برگزینند. استفن هارپر 51 ساله همچنین روز جمعه در مجلس عوام گفت که محافظه‌کاران بر بهبود اقتصاد کانادا تمرکز خواهند کرد، چرا که در شرایط فعلی اولویت حزب وی بر بازسازی اقتصاد کشور، ایجاد شغل و رونق اقتصادی استوار است. در این میان و سوی دیگر ایگناتینیف رهبر حزب لیبرال بار دیگر تاکید کرد من به دنبال ائتلاف نیستم و در صدد برقراری یک دولت لیبرال در کشور هستم، اما در پارلمان بعدی درباره موضوعهای مختلف با سایر احزاب تعامل خواهم داشت. رهبر حزب لیبرال همچنین با اشاره به مخفی کاری دولت در خصوص هزینه های خرید جنگنده های F-35 و ساخت زندان های جدید و همچنین تصمیم آنان نسبت به کاهش مالیات شرکت های بزرگ گفت در صورت به قدرت رسیدن میزان مالیات دریافتی از شرکت های بزرگ را به 18% قبلی خواهد رساند. گفتنی است رهبران احزاب نئو دموکرات و بلاک کبکوآ نیز که به خاطر برآورده نشدن درخواست‌هایشان در بودجه سالیانه کشور به دولت هارپر رأی عدم اعتماد دادن نیز معتقدند دولت فعلی توانایی اداره کشور را ندارد و باید با برگزاری انتخابات تازه دولت دیگری را بر سر کار بیاورد. بینندگان عزیز، ظاهراً میباید در انتظار برگزاری انتخابات ماند تا پس از مبارزه احزاب دید که رأی مردم کانادا کرسی ریاست بر کشور را به کدام یک از آنها خواهد سپرد. اما تا آن زمان و در شرایط فعلی آمارها نشان از برتری حزب محافظه‌کار به رهبری استفن هارپر دارد، که البته این هم خیلی هم دور از انتظار نیست، چرا که در شرایط فعلی جهان و به ویژه بحران در منطقه خاورمیانه و در میان کشورهای عربی، گرانی قیمت نفت و تداوم رکود اقتصادی به ویژه در آمریکا و اروپا و اینکه خود کانادا نیز در حال بازسازی اقتصاد خود است و تا همین جا هم دولت محافظه‌کار توانسته است کشور را از تبعات سنگین بحران جهانی اقتصاد تا حدودی رهایی بخشد. قطعاً برگزاری انتخابات تازه با هزینه بیش از 200 میلیون دلار و نگاه داشتن کشور در شرایط بلا تکلیفی برای چند ماه مطابق سلیقه و نظر رای دهندگان کانادایی نخواهد بود. در این میان بسیاری از کارشناسان سیاسی در کانادا نیز معتقدند که احزاب مخالف به ویژه لیبرال ها با ساقط کردن دولت فدرال دست به انجام ریسکی بزرگ زدند و ممکن است با خشم اکثر رای دهندگان کانادایی مواجه شوند، که این امر خود باعث پیروزی بزرگی برای محافظه‌کاران خواهد بود و ممکن است که به تشکیل یک دولت اکثریت از سوی آنان منجر شود. در هر حال همون گونه که بیشتر نیز اشاره شد، باید به انتظار نشست تا در دوم ماه می دولت تازه از میان آرای مردم کانادا سکان اداره کشور را به دست گیرد.